Alo. Kesti temrini önce nerede de. Öyle indeksçi. Kocara mı giyin? Ben üretim indeksli ateş yemeli. روی گیتاب میتونین بذارین، روی اینجا یه که الان میگم میتونین بذارین، اینجا به نظرم بهتره. CodeSandbox.io میتونید اینجا ثبت نام بکنید، ثبت نام که کردید میان اینجا یه دونه New Sandbox میزنید، پروژتون رو انتخاب میکنید، مثلا View Save You، مثلا من View کلیک میکنید، یه اکسمپل براتون درست میکنه. بعد برای اینکه ذخیرش کنید باید حتما ثبت نام بکنید، یه لینک بهتون میده، اون لینک رو حالا میتونین توی چلنج بذاریدش. خب شروع بکنیم. جلسه پیش دیتا بایندینگ رو گفتم، پراپس رو گفتم. این جلسه میخوام تو وی بایندینگ رو بگم، بعدا بریم سراغ کامپیوتید و گتر ستراش رو اگرم وقت داشتیم بریم سراغ واچر. خب بذارید یه کامپوننت درست کنیم اسمش رو میذاریم تست. خب داریم. پراپسش رو من پاک میکنم. جلسه پیش اگه یادتون باشه گفتم که هر موقع احتیاج داشتید که یه متغیر تعریف بکنید، این متغیر قراره که دیتاش تغییر بکنه، میان توی دیتا این کار رو انجام میدید. اسم متغیرتون مثلا میذارم برست من میخوام این فرست نیم رو کاربر خودش پر کنه، یه مقدار مثلا نال داشته باشه، بعد خود کاربر بیاد اینجا اطلاعاتش رو پر کنه، یا بیایم مثلا یه چیزی بهترش بکنیم، یه دونه کامپوننت درست بکنم اسمش رو میذارم فرم لاگین یا لاگین فرم فرق میکنه. خب
یه بی بیس میزنم اینجا، یه تگ فرمم رو میذارم، بعدش یه دونه دیو باز میکنم، بعد یه لیبل برش میذارم و یه اینپوت رو، یه ایمیل میخوایم بگیریم و یه پسورد. تایپش ایمیل باشه، آیدیش نمیخوام. اینم پسورد. آیدی هم احتیاج ندارم. خب من دو تا متغیر احتیاج دارم که کاربر میخواد اطلاعاتش رو پر کنه بریز داخل ایمیل و پسورد. میام توی وی دیتا این دو تا متغیر رو درستش میکنم. ایمیل مقدار اولیش نال بشه، پسورد هم نال بشه. خب بریم این فرم لاگین رو ایمپورتش کنیم توی اپمون، بعدم رجیسترش کنیم و ازش استفاده بکنیم. میام اینجا میگم فرم لاگین رو بیا ایمپورتش بکن با اسم فرم لاگین، بعد بیا رجیسترش بکن، بعدش فرم لاگین هم میام ازش استفاده میکنم. خب یه F5 میزنم، این لیبلش رو تغییر بدیم. برای اینکه از تو وی بایندینگ استفاده بکنید، اگه یادتون باشه جلسه پیش دیتا بایندینگ رو گفتم، دیتا بایندینگ یه طرف هست، فقط میتونین اطلاعاتی که به کامپوننت ارسال میشه فقط نمایشش بدین توی تمپلیتتون. حالا اگر خواستین توی تمپلیتتون این اطلاعات مثلا ایمیل پسورد از کاربر گرفته بشه، حالا توی تمپلیت حالا یا نمایشش بدین یا اصلا نمایشش ندین، دیتاش قرار رو گرفته بشه ارسال بشه به سرور، هر موقع که نیاز داشتین که این اطلاعات کاربر وارد بکنه از تو وی بایندینگ استفاده میکنیم. میایم توی دیتا تعریفش میکنیم، بعد از دایرکتیو وی مدل استفاده میکنیم، به اینا میگیم دایرکتیو. حالا در آینده دایرکتیو های بیشتری باش با آشنا میشیم کم کم. حالا یکیش مثلا این وی مدل، وی مدل اسم متغیری که تو دیتا تعریف کردیم، مثلا من ایمیل رو بهش دادم، بعد پسورد. من میام از اینجا اطلاعات ایمیل و پسوردی که توی این دوتا متغیر هست و میخوام این پایین نشونش بدم، میام یه پاراگراف باز میکنم، بعد میگم که بیا ایمیل رو توی تمپلیت هم نمایش بده، پسورد هم به همین شکل. خب بریم ببینیم، ببینید کاربر تو تایپ میکنه متغیر چنج میشه اطلاعاتش رو، بعدم داخل تمپلیت حالا من خودم از ام گذاشتم، ولی توی حالا یه کد واقعی این دیتا رو ما توی تمپلیت دیگه نشونش نمیدیم، این دیتا رو میگیریمش، ایمیل پسورد رو میگیریم، بعدش که کاربر مثلا یه دکمه هم میذاره رو دکمه که کلیک کرد اطلاعات ارسال میکنیم برای سروری برای اون ای پی آی لاگین. به فارسی هم بهش میگن اتصال دو طرفه. دیگه نکته خاص در مورد تو وی باند، یه وی مدل یه سری مودیفایر هم میگیره، وقتی دات میزنید مودیفایرهاش سه تا مودیفایر داره، لیزی، نامبر، تریم. اینا رو بذارید بریم
مثلا من لیزیو اول میگم ایمیل. خب ببینید من دارم الان تایپ میکنم، قبل یه رو ببینید من لیزیو نمیذارم، تایپ میکنم همون لحظه تا کلید یکی از کلید کیبورد من کلیک میشه بعد رها میشه تغییرات اعمال میشه و پایین داره نمایشش میده. ولی اگه از لیزی استفاده بکنید، لیزی وقتی که کاربر تایپش تموم شد بعد فوکوس آن فوکوس کرد، بذارید ذخیرش کنم، وقتی که آن فوکوس کرد اون موقع میاد دیتا را ذخیرش میکنه توی متوقعی. این لیزی به خاطر این لیزی اسمی که گذاشته به خاطر این گذاشت که فقط توی ایونت های جاوا اسکریپت، اگه یادتون باشه یه سری ایونت ما اینجا میذاشتیم، مثلا آن کلیک، چه میدونم آن چنج، دیگه کی آب، کی دان، الاخر. این لیزی تا جایی که یادمه فقط روی آن فوکوس کار میکنه، ولی بدون لیزی کی آب و کی دان و اینا همه چیزش کار میکنه. بگی بخوام دقیق ترش رو بگم، بذارید داکیومنتش رو باز کنیم. Vue.js Remodel Lazy. ببینید اینجا توضیحش تمنید، این کپی پیس کرده بود اینجا به صورت پیش فرض اطلاعاتی که تغییر کنه به صورت سینکه، ولی وقتی که از لیزی استفاده میکنید، وقتی که مثلا تب میزنید یا کلیک میکنید تغییرات چنج اعمال میشه. بریم سراغ مودیفایر نامبر. شما میخواین که اطلاعاتی که میخواین وارد بکنه کاربر به صورت نامبر وارد بشه. بذارید بکنیمش مثلا تکست یه نامبر، فرق نمیکنه. و اینا نامبر نمیذارم فعلا، بریم ببینیمش. اینا پاکش کنیم. ببینید توی ایمیل پس ایمیلی که دارم تایپ میکنم عددی، خب به صورت استرینگ داره پروانه ذخیرش میکنه اطلاعات ها داخل دو تا دبل کوتیشن گذاشت. بعضی اوقات احتیاج دارید دیتایی که کاربر داره وارد میکنه به صورت نامبر میخواین ذخیره بشه، این از مودیفایر دات نامبر استفاده میکنید به این شکل اطلاعات ذخیره میشه. اگرم پایپش هم حتی تکس بذارید اینجا، تکس نه تکس هم بزنید، نه همون نامبر باید بذارید دیگه. تریم تریم هم اسپیس اول و آخر رو برمیداره. مثلا من اینجا اینو بکنیمش هم ایمیل، خب یه اسپیس میزنم اسپیسم برای اینکه رو بفهمیم. ببینید اسپیس اول و آخر رو میاد تیریم حذف میکنه، بعضی اوقات به کار
وی مدل یه چیز خاصی نداره. بعضی اوقات احتیاج دارین شما یه کاستوم یه دونه کامپوننت خودتون میسازید، بعد میخواین خودتون این وی مدل رو درست بکنید. یعنی اطلاعاتی که وقتی میخواین از اون کامپوننت استفاده کنید، مثلا من یه کامپوننت بذارین با هم درستش کنم، یه کامپوننت درست میکنم اسمش رو میذارم my input. خب اینجا میگم که یه لیبل برام درست بکن، اینجا برش رو به آیدی بایند بکنم، لیبلشم یه لیبل، رابطش رو بعد میسازم، بعدش اینپوتم به این صورت. خب بله اینجاشو حذف کنیم. من میخوام این مای اینپوت رو بیایم اینجا بی اپ ایمپورتش بکنیم، یا توی فرم لگین، توی فرم لگین ایمپورتش بکنم. میخوام ما این اینپوتم وی مدل داشته باشه، یعنی وقتی که کاربر داره تایپ میکنه توی این کامپوننت ما اینپوتم، اطلاعاتش داره توی این ما اینپوت ذخیره میشه دیگه. توی مثلا الان اینجا یه دونه مثلا اسمش رو بذاریم چی، ولی خب نال، این ولی که داره اینجا کاربر تایپ میکنه تو کامپوننت ما اینپوت، بیاد خودش این خود این کامپوننت وی مدل داشته باشه، اطلاعاتش هر چیزی که تایپ میکنه بریزتش توی کامپوننت پرنتش، پرنتش یعنی فرم لاگ. برای اینکه خودتون یه وی مدل درست بکنید که این کار اتوماتیک انجام بده و این کار رو بکنید، میام یه دونه کامپیوتی تعریف میکنم، کامپیوتی بهتون میگم به چه کار میاد. اسمش رو میذارم الان ولی اول یه پراپس درست بکنیم، پراپس آیدی و ایناش رو اوکی بکنیم. یه پراپس لیبل داشتم باید ریکوار باشه حتما واردش بکنه، یه آیدی هم میخوام برای این فوره، اینم میخوام ریکوار باشه، یه ولیو هم میخوام تایپش میتونه استرینگ باشه. اگه تایپ های مختلفی میخواین داشته باشین یه دونه آرایه میذارید تایپ های بعدیتون رو تایپ کنید، نامبر میتونه باشه، میتونم بولین باشه، میتونم آبجکت هم باشه. اگر نمیخواین تایپش رو مشخص بکنید میتونید به این شکل هم تعریفش بکنید به صورت آرایی، ولی خب چون که الان ما به صورت آبجکت تعریف کردیم نمیشه، بدم اون شکل قبل بیارمش، آرایی هم بذاریم، آرایی هم بتونم. حتما هم باید یه متغیری بهش پاس بده، این value اسم پیش تعریف شده است. اگر شما میخواین یه کاستوم کامپوننتی درست بکنید که وی مدلش کار بکنه، این کاری که میگم باید انجام بدید، یه دونه وی پراپس تعریف میکنید اسمش رو میذارید value، بعدش یه کامپیوتی تعریف میکنید اسمشو میذارم
الان دیتا. خب بعد میگم که یه گتر ستر براش درست میکنم، میگم که توی گترش ریترن کن دیس ولیو، همین پراپسی که اینجا هست، دیتایی که از این کامپوننت پرنت میاد و ریترن کن. توی سترش میگم و هر ولیوی که کاربر تایپ کرد، این ولیو یه آرگومان دیگه، حالا هر اسم دلتون خواست بده، این ولیو بگیرش، بعدش با امیت، امیتم این جلسه میگم یه ایونت به پرنتش پاس بده، دیتا رو بفرست به پرنت بالا سر. این تو باز کنم، منظورم از که به پرنت بالا سرش ارسال کنه اینه، ما یه کامپوننت فرم لاگین داریم که اینه. خب یه دونه کامپوننت دیگه داریم که مای اینپوت اسمشه. خب من میخوام کاربر که وقتی داخل این مای اینپوت داره تایپ میکنه، اطلاعات ارسال بشه به پرنت. پرنتش منظورم این به این ارسال بشه، برای اینکه ارسال بکنی وقتی یه دیتایی میخوایم به بالا سری، به کامپوننت بالا سری ارسال کنی، ما از دستور امیت استفاده میکنیم. امیت اسم ایونتتون، با چه ایونتی با چه اسمی ارسال بشه. اگر میخواین اطلاعات روی وی مدل بشینه، با حتما از این اینپوت استفاده کنید. یه چیز پیش تعریف شده توی وی دو وی سه، وی سه حالا میتونید حتی کاستوم بذارید، ولی توی وی دو هم اینپوت فعلا داشته باشید. حالا بریم ببینیمش. یه چکی بکنم، یه لیبل گذاشتم، یه آیدی تعریف کردم، ولی یا گفتم این تایپ رو داشته باشه، کامپیوتیتش هم که دیتاش اینه، بی مدلش باید این دیتای باشه، کامپیوتیتر. چه اتفاقی میفته؟ وقتی که این کامپوننت استفاده میشه توی فرم لاگین، مثلا من اینجا ایمیل رو بهش میدم، ایمیل فرست نیم، فرست. خب یه مقدار اولی هم بهش میدم، مثلا علی. خب بکنیم، بریم ببینیمش. ببینید این فرم لاگین من یه دیت، توی کامپوننت فرم لاگین توی دیتا یه متغیر تعریف کردم به نام فرست نیم، مقدار اولیش هم علیه، بعد کامپوننت ما اینپوت هم استفاده کردم، بعد متغیر فرست نیم رو بهش دادم. توی فرم لاگین الان دیتا رو دارید میبینید، فرست نیمش برابر علیه. حالا اینو فرم لاگین رو بازش کنم ببینم چه کامپوننت های دیگه داخلش. روی ما اینپوت کلیک میکنم، میگه که این پراپس داره در آیدی و لیبل و ولیو. ببینید ولیوش که بهش به وی مدلی که دادم، ولیو برابر این علی قرار گرفته. لیبل اینو هم بهش بدیم، آیدی لیبلش هم خب. ببین من الان تایپ میکنم، هم ما اینپوت هم دیتاش داره تغییر میکنه، هم فرم لاگین هم که فرست نیم اینجا هست داره تغییر میکنه. یه لحظه اروری داریم اینجا، اینو ببینیم مشکلش چیه. خب ببینیم هم فرم لاگینه داره تغییر میکنه، هم دیتایی که اینجا تعریف کرد. یه بار کامپیوتیت من از اول میگم که اصلا کامپیوتیت به چه درد میخوره، چه تفاوتی داره.
جلسه پیش اگه یادتون باشه یه کامپوننت درست کردیم به نام دکمه باتن. این دکمه یه دکمه ساده بود که یه یو آی ساده هم براش، یه استایل ساده هم براش زدیم که یه پراپس هم داشت به نام کالر. این باتن الان اگر استفاده بکنه توی فرم لاگین، مثلا سیم، من وقتی که روی این کلیک میخوام بکنم میخوام مثلا اگه آلرت بده، میخوام حالا ایونت ها رو بگم. توی جاوا اسکریپت خام اگه یادتون باشه میمدیم، یه راهش این بود که اینجا میمدیم میگفتیم آن کلیک مساوی با حالا یه فانکشن بهش میدادیم، روش که کلیک میکنم اون فانکشن استفاده زده میشد، اون کار ما انجام میشد. یا میمدیم مثلا یه آیدی براش میذاشتیم، مثلا اسمش رو میذاشتیم تست، بعدش با کد جاوا اسکریپت یه سلکتور می نوشتیم که اینو پیداش بکنه، بریدتش توی متوقعه یه لیستنر بهش اضافه می کردیم و یه فانکشن بهش می دادیم که حالا اگر روش کلیک کرد یه این کار رو بکن. توی ویو اگر خواستین یه ایونتی، یه ایونت ها رو بخواین هندل بکنین، کافیه یه اد ساین بذاری، اد ساین اسم ایونتتون. تمام ایونت هایی که توی جاوا اسکریپت خام داشتیم و اینجا میتونید داشته باشید. مثلا من ایونت کلیک میخوام، می نویسم اد ساین اسم ایونت هم. کلیک، اگر کلیک شد حالا اینجا یه متد میگیره، یه متد مثلا وقتی که روش کلیک شد بیا فلان کار رو بکن. متد چیه؟ توی ویو ما اگر خواستیم که کاربر یه اینتراکتیوی بکنه، یه مثلا روی دکمه کلیک بکنه، فرمی سابمیت بکنه، یه همچین کارهایی انجام بده، میایم توی متودز تعریفش میکنیم. یه وی متودز که یه متد که تایپ بکنید اینتر بزنید براتون جنریت میکنه. اسم متدتون رو میذاریم، مثلا اسمش رو میذارم آن کلیک، هر اسم دلتون خواست مثلا تست میذارم. خب اگر روش کلیک کردم میخوام بگم توی آن بگه که های. خب ببینید الان این کار نمیکنه، دلیلش رو بهتون میگم. من روی این سنده که کلیک دارم میکنم کار نمیکنه، چون این کامپوننت دکمه من یه کاستوم کامپوننت، یه دکمه ای درست، یه کامپوننت تعریف کردم که کاستومه. اگر اینا تگ شمل باتن معمولیش بکنم الان این کار میکنه. ببینید اینو کامنتش کنین که استفاده نکردی ازش. ببینید این آلرت الان کار میکنه. خب حالا من میخوام یه دونه کامپوننتی درست بکنم، همین کامپوننت باتنم، وقتی روش کلیک بکنه این ایونت کلیکش کار بکنه. برای اینکه این ایونت کلیکش کار بکنه من میام توی کامپوننت باتنم، میگم که یه لیستنر براش اینجا میذارم، یه دونه ایونت براش میذارم روی کلیک، میگم که اگر کلیک شد روی این بیا امیت بکن، امیت بکن کلیک. خب یعنی چی؟ دارم میگم که به کامپوننت بالا سریت که این فرم لاگینه باشه، این باتنه توی فرم لاگین استفاده شده دیگه، من دارم میگم که هر جایی که این کامپوننت استفاده شده یه ایونتی به کامپوننت بالا سر خودش ارسال بکن با اسم کلیک. حالا اگر من این کلیک ها اینجا استفاده بکنم این کار میکنه. بریم تستش بکنیم، نه از کامنت درش بیاریم. ببینه
حالا یه سری ایونت چرت پرت هم خودمون درست کنیم. اگر کلیک کرد مثلا بگ یه اسم ایونت کاستوم میخوام درست کنم، اسمشو میذارم تست. خب اگر روی این دکمه کلیک کرد یه ایونت به کامپوننت بالا سر ارسال بشه با نام تست، من هر جایی که کامپوننت باتنم الان استفاده میکنم به جای کلیک باید بیام برای اینکه گوش بکنه به اون ایونت، باید اسم ایونت رو دقیقا بگم دیگه. اسم ایونتی که داره پاس میده به بالا سری اسمش گذاشتم تست، پس اینجا باید موقع استفاده همون ایونت همون اسم رو بدید بهش. ببینید حتی میتونید دیتا بهش پاس بدید، مثلا من وقتی که روی این دکمه کلیک کرد من میخوام یه دیتا ارسال بشه، مثلا بگه که علی. خب میخوام اینو کنسول لاگش بکنم، وقتی که روش کلیک کرد اینو کنسول لاگ کنیم، توی آلرت میتونم نشونش بدم کنسول لاگ کنم، میگم که وقتی که یه دیتایی توی امیت و ارش ارسال، اصطلاحا میگیم پیلود، یه پیلودی ارسال میکنیم به کامپوننت بالا سری، اینجا یه آرگومان باید بهش بدین اینجا مثلا الان اسم متدمو گفتم تست، اینجا یه آرگومان برای خودم میزن هر اسم دلتون خواست، مثلا اسمشو میذارم پیلود، یه اسم خوب بذار برش. حالا میام این پیلود رو کنسول لاگش میکنم، بریم کنسول ببینه روی دکمه دارم کلیک میکنم، اطلاعاتی که از کامپوننت دکمه حالا هر کامپوننتی که دلتون خواست داره کلیک میشه، این پیلود داره ارسال میشه، حتی میتونی آبجکت ارسال کنیم، مثلا من آبجکت میخوام فرست نیمش یه فرست نیم ارسال کنه یه لست نیم. ببینید از تا اینجا با امیت میتونید به کامپوننت بالا سری خودتون دیتا ارسال کنید، این امیت خیلی استفاده میشه. بریم سراغ متدای خودم، متدم گفتم هر جایی که احتیاج داشتین کاربر مثلا کلیک بکنه روی دکمه ای یا یه فرمی دارید رو اون دکمه کلیک بکنه اطلاعات ارسال بشه، شما باید یه متد تعریف کنید. برای تعریف متد میاید methods دو نقطه یه object باز میکنید، بعد یه function بهش میدید، حالا این اسم فانکشنتون رو هر جا خواستین استفاده میکنید. بریم سراغ computed، من اینا رو پاک بکنم، میام توی app.view اینو کامنتش میکنم، اینجا یه وی دیتا دو تو متغیر درست میکنم، اسمشو میذارم first name last name. خب میخوام با کامپیوتید first name و last name رو به هم دیگه بچسبونمش، هر جا این کامپیوتید به چه درد بخواه، هر جا احتیاج داشتین یه حساب کتابی بکنید یه کلکیوتید بکنید که دوتا دیتا رو مثلا به هم بچسبونید، یا مثلا چه میدونم یه سایت داری درست میکنید سبت خریده جمع سبد خریدتون رو میخواین حساب کنید، مثلا یه متغیر درست میکنم اسمش رو میذارم توتال، یه اینجا مثلا یه متغیر دارم به نام آیتمز، توی این آیتمز آرایه ای از پروداکت هاست دیگه، من توی این توتال یه دونه یه کدی مینویسم که بیاد این آرایه رو پرایس هاشو بگیره جمع بکنه ریترن کنه. هر جا احتیاج به حساب کتاب کردن داشتید از کامپیوترت استفاده میکنید، بر خودتون اینطوری بگید هر جا من احتیاج به حساب کتاب کردن دارم میام از کامپیوتر استفاده کنم، یه
یه هستن که داره کامپیوتیت نسبت به متد میتونید اینا مثلا تو توتال من میتونم بیام این کارو بکنم، ولی فرقی که داره به ازای هر ری رندری که انجام میشه متد، اگر از متد استفاده کرده باشید اون متدتون دوباره صدا زده میشه، ولی اگر از کامپیوتیت استفاده کرده باشید یه بار این میاد سبد خرید و توتالش رو حساب میکنه، مثلا شد 10,000 تومن، 10,000 تومن دیگه تو کش خودش نگه میداره. اگر ری رندر انجام شد دیگه نمیاد دوباره حساب کتاب بکنه، پردازش یه باری یا دوباره روی سی پی یو کاربر نمیندازه. با هم میریم یه مثالی انجام میدیم، یه کاری انجام میدم که این ری رندر اتفاق بیفته، منظورم رو بفهمید که چیه، چرا، چه موقعی متد استفاده کنید، چه موقعی کامپیوتر استفاده بکنید. من اینجا میام، میخواستم اول با متد مینویسمش، یه متد تعریف میکنم، اسمشو میذارم فول نیم، قراره که اسم فامیل به هم دیگه بچسبونه. مینویسم ریترن، میگم که this first name بیا به علاوه یه اسپیس به علاوه یه last name بکن و به چسبونش رو ریترن کن. من این فول نیم ها میام توی تمپلیت هم استفادهش میکنم، یا میگم که توی پاراگرافی بیا اینا نمایشش بده. خب حالا من میخوام یه ری رندری اتفاق بیفته. ری رندر منظورم چیه؟ منظورم اینه که این کامپوننت اپ دات ویو من دوباره ساخته بشه، دوباره ساخته بشه یعنی چی؟ این تمپلیت، این تیک کدی که توی اینجا هست توی این تگ تمپلیت دوباره ری رندر بشه، یعنی ساخته بشه. چجوری بگم؟ بذاریم توی کنسول بهتون نشون بدم. یه نکته ای در مورد متد دوام، اگر شما توی تمپلیت خواستین یه متدی استفاده بکنید با حتما پرانتز باز و بستش، حالا اگه آرگومان نداشت که پرانتز باز و بسته خالی میزه، اگر آرگومان داشت که آرگومانش بهش بدید. متد با حتما اگر به این شکل خواستید استفاده کنید باید چیزش رو پرانتز باز و بستش رو بذارید، ولی اگر یه دکمه تعریف کردید بعد یه ایونت مثلا کلیک بهش دادید، حالا هر ایونتی فرق نمیکنه، دیگه نیازی نیست پرانتز باز و بستش رو بذارید، اینم درسته هیچ فرقی نمیکنه. پس اگر شما متد خواستید توی تمپلیتتون استفاده بکنید باید پرانتز باز و بستش رو بذارید، ولی اگر توی ایونت رو خواستید استفاده کنید نیازی نیست این پرانتز باز و بستش رو بذارید. خب بریم سراغ ری رندر خودم. من میخوام یه کاری بکنم این کامپوننت هم ری رندر بشه، برای اینکه این اتفاق بیفته یه دونه متغیر دیگه درست میکنم، اسمشو میذارم MSG. خب اینجا میام این MSG ها توی پاراگرافی نمایشش میده، بعدش یه دکمه درست میکنم اینجا، دکمه ساده، میگم که کلیکش، اگر کلیک شد این MSG من میتونم اینم بذارید طوری تعریفش کنم که گیج نشید. اینا این کلیک هم میام اینجا درستش میکنم، این کلیک کنم، یه توضیح اینا سیش بزرگ نداشت. ببینید اینجا اومدم یه متغیر MSG درست کردم، یه هلو ویو جی اس داخلش گذاشتم،
یه متد فول نیم هم دارم که این دوتا متغیر فرست نیم لست نیم رو به هم میچسبونه تا با یه اسپیس ریترنش میکنه. حالا من میخوام ری رندر اتفاق ری رندر چه موقعی توی ویو ری رندر اتفاق میفته؟ هر موقعی که یه متغیری دیتاش تغییر بکنه ری رندر اتفاق میفته. ببینید الان هلو ویو جی اس بهش گفتم که وقتی که روش کلیک شد بشه هلو ورد. روش کلیک میکنم ببینید هلو ورد. حالا برای اینکه متوجه بشیم ری رندر اتفاق افتاده من اینجا یه لاگ می نویسم میگم که ری رندر. بریم یه بار دیگه ببینیمش. ببینید F5 که میزنم یه بار کامپوننت ساخته میشه رندر میشه این ری رندر هم لاگ میشه لاگ شد با هم دیدید. حالا من دوباره روی کلیک میکنم ببینید ری رندر اتفاق افتاد. الان دوباره روش کلیک کنم چون دیتاشو گفتم که هلو ورد بشه روش کلیک کنم دوباره ری رندر اتفاق میفته چون همون هلو ورده. برای اینکه دوباره تغییر بکنه اینو مثلا کانترش میکنم MSG رو میذاریم کانتر و میگیم که این کانتر به علاوه یه مساوی یک بشه هر بار یکی بهش اضافه بشه که هی دیتاش تغییر بکنه. ببینید به ازای هر بار کلیک کردن من کل کامپوننت کل این دیتا فکر کنید این کامپوننتتون 1000 خط باشه یه متغیری که داخل تمپلیتتون استفاده شده باشه مثلا این کانتر من استفاده کردم این کانتر مقدارش تغییر بکنه کل این رندر میشه. منظورمو بفهمید باید کامپوننتاتون جوری بنویسید که این رندر کم اتفاق بیفته. هزینه این هزینه داره دیگه داره یه پردازشی اتفاق میفته یه سی پی یو داره از CPU دیوایس کاربر داره چیز میکنه دیگه مصرف میکنه. شما باید اپلیکیشنی که دارید درست میکنید به این چیزاش هم توجه کنید. یه کامپوننتتون مثلا کامپوننت با کمترین ری رندر دیتایی که حالا اون کاری که قرار هست انجام بده رو بیاد انجام بده. حالا میایم از کامپیوتر استفاده کنیم متدی که دیدید ببینید به ازای هر بار کلیک کردن داره این ری رندر اتفاق میفته. من میام اینو کاتش میکنم میذارمش توی کامپیوتید بریم ببینیمش. اگر از کامپیوتر استفاده می کنید دیگه نیازی به چیز نداره. اگر بذارید پرانتزش رو ارور بهتون میده بدون مثل یه متغیر باش رفتار میکنه کامپیوتر. F5 میزنم ببینید یه بار کامپوننت ساخته شد رندرش کامل شد. من الان روی کلیک میکنم برم توی ویو هم بهتون نشون میدم ببینید کانتر این هلو این کانتر رو من بذارمش مقدار اولیش یک میکنم و نام بروش ببینید مقدار اولی کانتر یکه توی کنسولم یه بار فقط رندر لاک شده. حالا من میام توی تب ویو روی کلیک میام کلیک کنم ببینید هر بار که کلیک کنم دیگه این کنسول ببینید دیگه ری رندر اتفاق نیفتاده. پس شما باید زمانی که توی تمپلیت دارید یه متغیر استفاده میکنید به این چیزا هم دقت بکنید. اگر جایی نیاز دارید که ری رندر اتفاق نیفته باید بیاین از کامپیوتر استفاده کنید. این از کامپیوتیت. یه نکته دیگه هم که داره این کامپیوتیت یه بعضی اوقات گتر ستر هم احتیاج دارید
الان این فول نیم من فقط داره اطلاعات ریتر میکنه. بعضی اوقات احتیاج دارید که مثلا این کامپیوتید، این اسم متوقع فول نیمه، خب توی یه اینپوتی ازش میخواین استفاده کنیم، بعد اون اینپوت هم کاربر داره دیتاشو تغییر میکنه. وقتی دیتا تغییر میکنه، همون موقع میخواین اطلاعات هم تغییر کنه، اطلاعات ست بشه. هر موقع احتیاج داشتید که اطلاعات ست بشه، باید به این شکل کامپیوتیتتون رو تعریف بکنیم. مثلا من این فرست نیمم رو پاک میکنم اینجا، نمیکنم فرست نیم، یه دونه آبجکت باز میکنم، میگم که ریترن کن مثلا پیش فرضش چجوری بنویسم که هم یه ست میذاریم. مثال قشنگش تو همین ما این پوت هست. من یه متغیر، یه دونه کامپیوتیده میخوام تعریف بکنم که اطلاعاتش توی گتش بیاد، اطلاعات پراپس با نام ولیو بیاد ریترن کنه. وقتی هم دیتا، متغیر دیتا تغییر کرد، بیاد ست صدا زده بشه. حالا وقتی ست صدا زده شد، به کامپوننت بالا سری یه ایونت ارسال بشه با نام اینپوت، بعدم مقداری که کار و تایپ کرده رو به کامپوننت بالا سری ارسال بکنه. معمولا از این به این شکل میخواین حالا کامپیوتر بنویسید. توی معمولا مثلا شما میخواین یه اینپوتی درست کنید که حالا یه ظاهر خاص داشته باشه، مثلا چه میدونم مثل یه همچین چیزی. بذارید نشون بدم. بیوتیفای ببینید، یه تکست مثلا شما میخواین یه کامپوننت درست کنید که این به این شکلی باشه. وقتی که کاربر روی این پوت کلیک کرد، لیبل کوچیک بشه بره اون بالا و بعد رنگش تغییر کنه. و هر موقع که معمولا یه کامپوننتی میخواین درست کنید، حالا یه دیتای قراره به بالا سریش ارسال کنه، بعدم اون کامپوننت میخواین وی مدل داشته باشه، به این شکل میان کد می نویسید. دیگه بذاریم واچر هم بگم. من اینجا یه متغیر دارم به نام بریم توی این app.view، اینا رو پاک کنم، یه دونه اینپوت درست میکنم. نه پاک میکنم. اینجا مثلا دیتاشو نمایش میدم. من میخوام یه کدی بنویسم وقتی که دیتای، حالا هر اسمش گذاشتم نی،
وقتی که متغیر نیم من تغییر کرد یه کاری انجام بده. اصطلاحا یه واچه، یه فارسی بخوام بگم شنود کننده، چون اسم چیزی ترجمه بهتری براش پیدا نمیکنم. هر موقع احتیاج داشتین که یه متغیری رو واچ بکنید، بهش گوش بدید، میاید اینطوری کد میزنید، میگید که وی واچر اسم متغیری که میخوایم واچ کنیم بهش گوش بدید. من میخوام به متغیر نیم گوش بدم، نیم اسمش اینجا میذارم. بعد دو تا آرگومان مهم داره، نیو ولیو، اولد ولیو. ولیوی جدیدی که ولیوی جدید، ولیوی قبلی، دو تاشو لاگ میگیریم ببینیم. خب بریم ببینیمش. من اینجا این کنسول لگو کلیرش کنم، یه تغییر میدم. ببینید این اولد ولیوش مقدار قبلیش اینه، مقدار جدیدش اینه. بعضی اوقات احتیاج دارید، مثلا کاربر شما فکر کنید شما یه فرم ثبت نام دارید، یوزر نیم رو میخواین چک کنید. فرم ثبت نامتون یوزر نیم داره، پسورد داره، فرست نیم، اسم و فامیل داره و الی آخر. میخواین یوزر نیمتون، یوزر نیم که کاربر تایپ کرد، بعد از مثلا 10 ثانیه اتوماتیک وار یه ریکوست بزنه به سرور، چک بکنه آیا این یوزر نیم وجود داره یا نه. اگه جیمیل ثبت نام کرده باشید منظورم رو میفهم. بذارید اینجا نشون بدم. به همین سادگی یه واچر میذارید ثبت نام. کلیشش کنم. ببینید مثلا این رو من تایپ میکنم. ببینید الان یه ریکوست زد، یکی این یوزر نه وجود داره، یه چیز دیگه چک تست بکن، بعدم غیر بزش میکنه. با همین با چه راحت میتونید این کار رو انجام بدید. هر جا شما احتیاج داشتین یه دیتایی که قرار تغییر بکنه رو بهش گوش بدید، بعد یه کار خاصی انجام بدیم، با چه براش مینویسید. بریم سراغ نکات دیگه. با چه بعضی اوقات احتیاج دارید که ببینید الان من با چه که نوشتم کامپوننت رندر شد، کامپوننت app.vim رندر شد، ولی هیچ لاگی ننداخت. من میخوام که این واچر دفعه اول وقتی که کامپوننت رندر میشه دفعه اول ران بشه. برای اینکه این کارو بکنم میام این کدام اینطوریش میکنم، اینو تبدیلش میکنم به این، میگم که ایمیدیتش رو ترو میکنم، بعدش یه فانکشن بهش میدم، میگم که فانکشن بی نام باید بهش بده تا جایی که یادم بود به این شکل. خب اینم یه لحظه بذاری من ببینم دکش بیو جی اس. او هندلر اسم هندلر دو نقطه فانکشن اینطوری باید بنویسیم. خب ببینید F5 که زدم دفعه اول ران شد. یه نکته دیگه، بعضی اوقات شما یه آبجکت دارید، مثلا من یه آبجکت فرم دارم، خب اینجا من یه آبجکت فرم دارم، بعد ایمیل و پسوردم داخلشه. خب بعد اینم میایم اینطوریش میکنیم، میگیم که فرم دات ایمیل. من میخوام بگم که آبجکت به آبجکت فرم پروپرتی ایمیلش گوش بده، خب فقط به پروپرتی ایمیل.
اگر خواستم این کار را بکنم به این شکل کدام این اکس اینو کامنت کنم داشته باشدش. اگر آبجکت داشتیم فقط میخوایم به یه پروپرتی خاصش گوش بدید، واچرتون اینطوری نیست، یه دونه سینگل کوتیشن یا دبل کوتیشن میذارید، بعد میگید که فرمیور خود این کوپایلت خود دستش در نکنه خودش کد جنریت کرد، میگید که فرم اس دات اسم پروپرتی تو به چه پروپرتی فقط میخواد گوش بده، من فقط میخوام به پروپرتی ایمیل گوش بده، ذخیرهش میکنم بریم تست بگیریم. ببینید دفعه اول چون که ایمیدیتش رو تورو کردم دفعه اولم رانش فالسش کنم پیش فردش فالس تغییرش میدم. ببینید بعضی اوقات احتیاج دارید به کل آبجکتتون گوش بدید، به عمق آبجکتتون گوش بدید. اگر خواستید به صورت عمقی واچ کنید، من میخوام به کل این آبجکت هر کدوم از این پروپرتی و ایمیل پسورد، حالا این دوتا پروپرتی ها دار، اگر خواستید به صورت عمقی واچ بکنید یه پروپرتی، یه دونه پروپرتی دیگه داره واچر به نام دیپ، اگر این دیپ برابر ترو قرار بدین به صورت عمقی میاد واچ میکنه. حالا گوش لایش رو ببینه. الان کل فرمو کل یعنی ایمیل و پسورد لایک میندازه، بریم ببینیمش. ببینید ایمیلش نه پسوردش که خالیه دیگه. واچر ببینیم چی داره. ویو ساس بریم نه دیگه چیزی ندار. اگه سوالی دارید در خدمت. برای جلسه آینده شما کامپانو تست ساده بهتون میگم درست کنید، چیزایی که فعلا از فصلش برمیاد اینو بهتون میگم. خب کامپانو دکمه رو درست کنید، یه کامپانو با ویو درست بکنید که یه سری پروپرتی داشته باشه، رنگ بگیره همون جلسه پیش، حالا کاملش این جلسه من ایونت ها هم گفتم، وقتی روش کلیک میکنم بتونه یه ایونتی یا لیسن کنه یا یه کاری انجام بده دیگه. از این کامپوننت مثلا دکمه رو ببینید چقدر جزئیات داره، چقدر قابلیت داره، اگه میتونید همه این کار رو انجام بده، ولی مثلا سایزش رو سایز بگیره، چه میدونم رنگای مختلف داشته باشه، اوتلاین داشته باشه دیگه. بهتون بگم اگر دیسیبل شد یه چه شکلی نمایشش بده،
همینا کافیه برای دکمه، فقط یه ایونت بهش اضافه شد. جلسه پیش دکمه رو خودتون درست کردین، فقط یه ایونت بهش اضافه کنید، کامپوننت دکمتون کامل بشه. حالا ادامش برای جلسه آینده کامپوننت دکمه درست کنید، یه کامپوننت دکمه درست کنید، ظاهرش دقیقا همین باشه، آیکون بگیره. وقتی آیکون میگیره اینجا آیکونش رو نشون بده سمت چپ، و دیگه سایز بگیره شکل بزرگ بشه. دیگه خیلی چیز میتونه داشته باشه، من همینو کافیه، خیلی وقتتون رو میگیره. دیگه یه کامپوننت عکس درست کنید، کامپوننت عکس پروپرتی SRC داشته باشه، آدرس عکس رو بگیره و بعدم رندرش بکنه. اگر نداشت، وقتی عکس رو نتونست لود بکنه، یه دونه عکس پیش فرض مثلا اینو بذاره، ببینید لود فیلش این باشه. این سخت اگه نتونست اینم طوری اگه فیل نتونست عکس لود بشه، مثلا یه عکس پیش فرض بذاره. اگه تونستین انجام بدین که عالی، اگه نتونستم مهم. دیگه یه پروپرتی عرض و ارتفاع داشته باشه، SRC هم که برای عکسش. یه کامپوننت بج هم درست کنید، بج به این میگیم ما بج، این دایره قرمزه که میبینید بهش میگیم بج. خب اینو درست کنیم، یه کامپوننت بج درست کنید، چند تا رنگ داشته باشه، مثلا سبز و قرمز و آبی. خب بعدش برای مقدارش مثلا میتونید تکس بذارید، اسم پراپستون تکس بذارید، یه سایز هم میتونید بذارید، سایز مختلف هم بگید، کانت هم بذارید. اوکی، هر اسم دلتون خواست مشکلی نداره. ولی خب بج یه کامپوننتیه که یه عددی میگیره، حالا با این ظاهر نمایشش میده. سوالی دارین؟ دقیق مثلا دیتا عملی رو منظورتون چیه؟ کجا؟ نه مهم، فقط وقتی که گتر ستر میذارید کامپوننتتون، مثلا کامپوننت ما اینپوت ما یه گتر ستر داره دیگه، این ولیوش وقتی شما پراپس ولیو میذارید تعریف میکنید، موقعی که کامپوننت ما اینپوت رو میخواین استفاده کنید، برای اینکه ارور نده با حتما از وی مدل دایرکتیو وی مدل استفاده کنید. اینجا مثلا این. تمرین دارم به نظر من اینجا بذارید بهتره. کد Sandbox. ثبت نام بکنید، بعدم برای اینکه یه پروژه جدید بسازید کریت میزنید، ازتون میپرسه چه پروژه میخواید. هم اکثر فریمورک های معروف داره، برای ویو دو این رو باید انتخاب کنید، روش کلیک میکنید، یه دونه اکسمپل براتون میسازه، یه خودتون اینجا مثل دقیقا مثل وی اس کد میمونه. اینجا میتونید فایل بسازید، دیگه فولر بسازید، هر کاری خواستید. میتونید پکیج جیسون، پکیج هایی که دلتون میخواد اضافه کن بکنید،
دقیقا مثل وی اس کد میمونه. بعد یه خوبی هم که داره، شما اگر مشکل هارد یا مشکل اینترنت سرعت پایین داری، این دیگه خودش وقتی شما یه پکیج یا بهش میگید نصب بکن، سه سوته براتون نصب کنه. یا چون نمیخوایم پکیج رو اپگرید کنیم اینجور کارا رو، چون با اینترنت سرور خود سایت کد سندباکس داره انجام میده، دانلود میکنه، از این نظر یه ذره کارتون راحت تر میشه. بله میشه. مثلا اینجا رو ببینید، من کامپوننت ما اینپوت هم فرست نیم هم. اینجا میذارم نال. برای اینکه الان ببینید یه نکته که داره، الان گفتم که نال بذاریم. ببینید من اینجا بهش گفتم توی props value این مقدار string number boolean object array، بعد من اینجا دارم بهش مقدار نال میدم. الان من از کامپوننت ما اینپوت هم استفاده کنم، تو کنسول لاگم توی کنسول هم ارور میده. بریم ببینیمش. برای اینکه این ارورش برطرف بشه، اینا رو کامنت کنیم، بریم تو فرم لگی. ببینید چون که من مقدار نالوش دادم، غیر میگه که این چیزا رو من قبول میکنم، string number بود یه object. برای اینکه من همه تایپ ها رو بگیرم، من معمولا این کار رو میکنم، اصلا تایپ بهش نمیدم، بکش میکنم، فقط ریکوارش رو میذارم. حالا دیگه ارور نمیدم، هر دیتا که بهش بدین، آبجکت بدین، آرایه بدین، دیگه هیچ مشکل ندارم. خب سوالی اگه ندارید خسته نباشید.